سبحانك يا من لا شريك له سبحانك سبحانك يا من لا شريك له سبحانك يا من لا شريك له سبحانك يا من بسم الله الرحمن الرحیم سلام علیکم و رحمت الله و برکاته وقتتون بخیر در خدمتیم با برنامه عربت الوسقا بحث متحرات یکی از متحرات آب است و بحث امروزمون هم کیفیت تطهیر اشیاء نجس با آب یعنی چیزی نجس شده با آب میخوام آب بکشیم چجوری آب بکشیم چند بار آب بکشیم کل اشیاء رو ما تقسیم میکنیم به ظروف و غیر ظروف ظرف ها حکم خاصی داره غیر ظرف ها هر چی دیگه نجس باشد حکم دیگری دارد اما ظروف ظرف ها ظرفی اگر نجس باشه بخوایم با آب قلیل آب بکشیم یعنی آب کم داریم میخوام آب بکشیم فرمودن باید سه بار آب کشیده شود چه جوری یا اینکه این ظرف رو پر آب کنیم اگه ظرف کوچیکه پر آب کنیم سه بار و خالی کنیم یا اینکه س... آب بریزیم داخل این ظرف بچرخونیم و خالی کنیم و سه بار این کار را انجام بدیم این کیفیت آب کشیدن ظرف نجس ظرف هم ممکنه کوچیک باشه ممکنه بزرگ باشه حتی یه دیگه بزرگ هم ظرفه یه کاسه هم ظرفه یه استکان هم ظرف قاشق و چنگال و اینا هم جز ظروف محسوب می شود اما غیر از اما اگر با آب کور بخوام آب بکشیم یا آب جاری یا چاه مثلا بله جوی آب است آب جاری است شیر آب است که امروز بیشتر متداول در خانه چون متصل به کر است حکم آب کور را دارد آب متصل به کر حکم آب کور را دارد یک بار آب بکشیم یعنی اگر نجاستی بوده چیزی نجسی مثلا چسبیده بود اونو برطرف میکنیم یه بار فقط زیر آب بگیریم پاک میشود و اما غیر ظرف هر چی دیگه نجس شده باشد در باشد دیوار باشد فرش باشد لباس باشد بدن ما باشد مبل باشد زمین باشد هر چه باشد اگر به ادرار نجس شده باشد مثلا بچه ادرار کرده جای نجس شده است و بخوایم با آب قلیل آب بکشیم دوبار بار باید آب بکشیم ولی اگر نه به ادرار نجس نشده است یا همون به ادرار نجس نه به آب کور میخوام آب بکشیم کلا دیگه چی یک بار کافیه بعد از اینکه نجاست برطرف شد یه بار آب بکشیم کافی یه حکم کلی میتونیم از این استخراج کنیم غیر از ظروف که حکمش جداگانه گفتیم با آب قلیل سه بار با آب غیر قلیل یعنی کور باشه جاری باشه آب چاه باشه باران باشد یک بار و کلا غیر ظروف اگر به ادرار نجس شده باشد به بول نجس شده باشد و بخوایم با آب قلیل آب بکشیم یک بار است و در غیر این صورت کل ببخشید دو بار است یعنی با, با ادرار نجس شده با آب قلیل هم میخوام آب بکشیم دو بار آب میکشیم غیر این کلا هر چه باشد با با هر چی نجس شده باشد یعنی با هر آبی آب کر باشه جاری باشد به خدمت خون نجس شده باشد یا چیزای دیگه یک بار آب بکشیم کافیه یعنی بعد از برطرف شدن نجاست یک بار آب بکشیم کافی دو سه تا نکته دیگه هم هست من اشاره کنم و فرصتمون تمام ظاهران برای آب کشیدن اشیاء نجس اول باید نجاست رو برطرف کنیم یعنی اگه خون است اگه چیز دیگه است برطرف بشه اما مثل ادرار اگر تبخیر خیر شد برطرف شدن این نجاسته دیگه حالا لازم خوش شده است دیگه چیزی نیست که دیگه هم آب بکشیم کافیه نکته دوم این است که فرش و لباس و چیزایی مثل فرش و لباس که آب رو به خودش میگیره مثل ابر و مثل صندلی ماشین و نمیدونم مبل و امثال اینها باید بعد از هر مرتبه شستن های داخلش گرفته بشود که حالا اینا بعدا بیشتر توضیح میدیم حالا یا با دست باشه یا با وسیله دیگه نکته سوم این که آب جاری و آب چاه هم مثل آب کر است یعنی هر کجا ما گفتیم با آب قلیل مثلا یک بار با آب کر دو بار ببخشید با آب قلیل دو بار با آب کر یک بار آب جاری هم همون یک باره آب چاه هم همون یک باره یعنی در تعطیر اشیاء نجس اونها هم حکم آب کر رو دارن خب فرصت بعدی تا لحظات دیگر های شما سلام آیا غسل را حتما باید با بدن خوش انجام بدیم یا نه؟ نه لزومی نداره بدن هم باشه شما آب بریزید مجددا و بشوید به نیت غسل، اشکالی نداره پرسیدن که صورت شستن صورت انگام وضو با دست چپ اشکال داره؟ نه اونم اشکالی نداره میخواد با دست راست بشوید میخواد با دست چپ سلام ما جای سرایدار هستیم که بچه های دانشجو اونجا هستن چند تا بسته های شکلات مونده بود برداشتیم و خوردیم و نمیدونیم برای کیه میخواستیم ما رو راهنمایی کنید خدمت شما که ارز کنم اگر اونایی که اونجا مونده واقعا ازش اعراض کردن به این معناه که دیگه سراغش نمیان که اصطلاحا میگن معرضان ان هست دیدید گاهی وقتا بعد سیزار میذارن بیرون در خانه برای که هر کی میخواد ببره حالا هر کس برد برد دیگه یا میدونید راضین بازم اشکالی نداره اما اگر نه اعراض نکردن ممکنه یعنی ازشون جا مونده ممکنه بیان سراغش و همچنین نمیدونید راضی هستن یا نه شما باید رضایت اونها رو جلب کنید یا اینکه اگر امکان نداره و نمیدونید کی هستن و دیگه دسترسی ندارن ندارید قیمتش رو از طرفشون صدقه بدید پرسیدن در مورد اعراض از وطن کسی که اعراض کرده بعد از یک سال خانه ساخته و هر ماه میرود یعنی اونجا میره نماز روزه چگونه است؟ نگاه کنید اگر از اونجا اعراض کرده اون شهر یا روستا مثل بقیه شهر و روستا هاست و اینکه حالا اونجا خونه ای ساختند و گهگاهی میرن این تأثیری نداره و نماز شکسته است مگر اینکه مجددا برن اونجا سکونت کنن یا لاقل بخشی از سال رو اونجا باشن و تصمیم زندگی داشته باشن حالا ممکنه مسئله جزئی تر هم باشد که باید دیگه خودشون بپرسن حکم کلیش همین است که خدمتتون عرض کردم سلام علیکم علیکم السلام بعد از نماز جماعت اگر متوجه شدن شرایط نماز جماعت رعایت نشده مثلا صفها متصل نبوده است حکم نماز افراد چیز آیا فرادا محسوب می شود یا باطل است نخیر باطل که نیست اگه هنگام نماز تصورش این بود که شرایط هست مثلا صفها متصله و بعد از نماز متوجه شدن شرایط نبوده است نمازی که خوندن صحیح است و به جماعت هم محسوب می شود برای نمازهای بعدی باید مراحت کنن پرسیدن آیا تقلید صدا یا لحن و روش نماز خوندن و درس گفتن و صحبت کردن بزرگان دین و مراجع یا شخصی که زیبا و فسیح میگوید بدون قصد تمسخر برای الگو جایز است نگاه کنید اگر تمسخر باشه که قطعا حرامه نباشد اگر طرف راضی نباشد یا اعلام کرده من راضی نباشم بازم جایز نیست ولی اگر نه تمسخر نیست طرفم راضیه مفسده ای هم نداره مشکلی نداره اشکال نداره بله سلام علیکم علیکم السلام آیا زنی خصوصیات فیزیکی و بدنی زن نامحرمی را برای مهار و نامحرمان دیگر خود تعریف کند مانند رنگ مو چاقی و لاغری زیبایی حرام است چنانچه این کار را کرده باشد تکلیف چیست یعنی اینا رو نقل کرده باشد بله اینها رو هم بهتر این است که انسان نقل نکند و اگر نقل اینها تحریک آمیز باشد یعنی وقتی که داره مثلا برای مرد نامره می میگه تحریک میشه بود یا مفسده برش مترتب است که یه موردش رو بنده سراغ دارم یعنی در گذشته یعنی بودیم جایی که یک شخصی رو به دار زدن بعد معلوم شد که در یک جلسه ای که خانم شرکت داشته آمده برای شوهرش تعریف کرده که اون خانم فلانی چقدر طلا داشت مثلا یا چجوری جوری می میرقصید و شیطان او رو وسوسه کرده بود این شوهر رو که اجمالا اعتیادی هم داشته رفته بود برای سرقت نهایتا خانم رو هم کشته بود بعد هم ایشونو رو قصاص کردن یعنی به خاطر تعریف نابجای خانم از یک زن دیگری برای شوهرش منجر به قتل دو نفر شد یک مرد اون زن رو کشته بود دو مرد رو قصاص کردن اون هم به دار زدن بنابراین هر چیزی رو نمیشه تعریف کرد نباید تعریف کرد مواظب باشید خب در پایان یه دونه بله ایمیل هم بخوانیم یعنی سوالایی که ایمیلی میخواستم در مورد یه موضوع ازتون سوال کنم بفرمایید چرا وضو میگیریم اگه واسه پاکی بدن پس چرا حتی وقتی دستمان را با مواد شوینده میشوییم اگر بعد از آن صدای از آن را بشنویم باید دوباره با آب با آب وضو دستمان را بشوییم مگر دستمان تمیز نیست ما قبلا توضیح دادیم تمیزی و نظافت غیر از تهارت است اسلام دستور به تمیزی و نظافت داده برای بعضی از اعمال هم دستور به تهارت داده است با وضو به همون کیفیت خاصی که شما صورت و دستها رو میشورید و سر و پا ها رو مس کنید این تا کسب تهارت می شود بله اگر قبلا هم دستون تمیز شسته باشید دستور دین هست شما که می‌خواد نماز بخونید باید وضو هم بگیرید به همون کیفیت خاصی که گفته شده است و همه اینها هم دلیل داره و السلام علیکم و رحمت الله خلاصه این برنامه در این برنامه کیفیت پاک کردن اشیای نجس با آب را بیان کردیم و گفتیم تمام اشیا در این مسئله به دو دسته ظروف و غیر ظروف تقسیم می شوند البته قاشق و چنگال و مانند آن نیز حکم ظروف را دارند ظرف نجس را با آب قلیل باید سه مرتبه شست تا پاک شود اما با آب کر یا جاری یا چاه یک مرتبه کافی است غیر از ظرف هر چیز دیگری که نجس باشد اگر با ادرار نجس شده باشد و بخواهیم با آب قلیل آن را تطهیر کنیم باید دو مرتبه آن را بشوییم اما اگر با آب کر آن را تطهیر کنیم یا اساساً با غیر ادرار نجس شده باشد یک بار شستن کافی است البته در تمام این صورت ها ابتدا باید عین نجاست را برطرف و سپس شیء نجس را تطهیر کرد و اما دو نکته یکم اشیایی که آب را در خود جمع می کنند مانند لباس فرش و مبل باید بعد از هر مرتبه آب کشیدن آب داخل آن را خارج کرد دوم آب جاری و آب چاه حکم آب کر را دارند در برنامه بعد نحوه پاک کردن اشیاء نجس با آب را بیشتر توضیح خواهیم داد